توی این ویدیو قراره با هم بررسی بکنیم که بهتره یک هفته قبل از کریسمس ترید بکنیم یا نکنیم و اصلا استراتژی من برای این یک هفته به چه شکلی هستش. قبل از اینکه بخوام شروع کنم و در مورد استراتژی خودم برای این یک هفته صحبت بکنم، باید بهتون بگم که همینطور که میدونیم مارکت کریپتو همیشه بازه، حتی شنبه یک شنبه هایی که مارکت های دیگه فعالیت نمی کنن مارکت کریپتو باز هستش و معامله‌گرها میتونن توی این مارکت ترید های خودشون رو داشته باشن. این یک هفته هم دقیقا مثل شنبه یک شنبه ها، درسته که حجم مارکت به حد خیلی زیادی ممکنه کاهش پیدا بکنه، چرا که معامله‌گرها ترجیح میدن یک هفته رو بیشتر تعطیلات خودشون رو داشته باشن و درگیر کارهای دیگه باشن و شاید همین باعث کاهش حجم توی مارکت بشه، ولی به این معنا نیست که ما نمیتونیم پوزیشن های خوبی رو توی این یک هفته داشته باشیم. خود من به شخصه سعی میکنم تعداد پوزیشن هام رو توی این یک هفته به مینیمم برسونم، چرا که همونطور که گفتیم کم بودن حجم مارکت میتونه باعث بشه پوزیشن های ما یک مقدار ما رو اذیت بکنن و تایم طولانی تری باز بمونن و بیشتر سعی میکنم تمرکزم رو بذارم روی استراتژی. چرا این صحبت رو میکنم؟ به خاطر اینکه مارکت هوشمند هستش و هر لحظه در حال آپدیت شدن، چرا که معامله‌گرها دارن این مارکت رو میسازن و تفکرشون میتونه هر لحظه متفاوت باشه و معامله‌گری تو این مارکت میتونه موفق باشه که هر لحظه با حرکت و تغییراتی که توی مارکت حاصل میشه خودش رو و استراتژیش رو هر چند با وین ریت بالا آپدیت بکنه و بروز بکنه. پس این یک هفته سعی میکنم بیشتر استراتژیم رو آپدیت بکنم، علاوه بر اینها اگر موقعیت خیلی خوبی توی مارکت ببینم تریدش میکنم. موقعیت دیگه که شما میتونید داشته باشین توی این هفته، این یک هفته، این هستش که برید دنبال راه‌های کسب درآمد دیگه از مارکت. برای مثال ایدراپ ها هستن یا بازی‌های کریپتویی و هزاران راه درآمدزایی دیگه‌ای که شما میتونید، زیاد ربطی به حجم مارکت نداره و شما میتونید از این توی این هفته از این فرصت‌ها استفاده بکنید. ایدراپ ها خیلی جذاب هستن. قبلا یه ویدیو در مورد اینکه شما چطور میتونید از راه‌های دیگه هم از مارکت کسب درآمد بکنید ضبط کردم و میتونید اون ویدیو رو حتما ببینید، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. امیدوارم که موفق و پرسود باشید.